این فکر می کردم که چه زمانی چشم دیگر من از کار می افتد و بینایی کاملم را از دست می دهم. علی‌رغم اینکه از نظر مالی تامین بودم، تصمیم گرفتم سر کار بروم و خودم را بیرون از خانه سرگرم کنم تا این فکر و خیالها را از خودم دور کنم، ولی باز تأثیری نداشت. اتفاقا بعضی حساسیت‌هایم بیشتر هم شده بود، مثلا طرز فکر دیگران نسبت به خودم، حتی نگاهشان گاهی من را آزار می داد. بیشتر اوقات از اینه که آفتابی استفاده می کردم. در محل کار با همسرم آشنا شدم. او از من خواست عینک را کنار بگذارم. می گفت خداوند تو را به زیبایی خلق کرده و هر اتفاقی که برای تو افتاده خواست خداوند بوده. باید آن را بپذیری و با آن کنار بیای. او می گفت نباید از چیزی خجالت بکشی و خودت را مخفی کنی. یک سال از ازدواج ما گذشت. همسرم از طریق یکی از دوستانش با مسیح آشنا شد و برای نجات مسیح رو پذیرفت. همسرم مرتب از مسیح برای من می گفت. سرودهای پرستشی را که گوش می کرد می شنیدم. بارها و بارها در مورد مسیح با هم صحبت می کردیم. دوست داشتم همه چیز برایم روشن شود. می دانستم همسرم چقدر دوست دارد که من هم به مسیح اعتماد کنم، اما من نمیخواستم. صرفاً چون همسرم به این موضوع علاقمند بود، من هم باور او را بپذیرم. دلم میخواست خودم به این نتیجه میرسیدم. همسرم قبل از ازدواج یک سری اخلاق و رفتارهایی داشت که خیلی برای من خوشایند نبود و همیشه در پی تغییر دادنشان بودم، ولی بعد از اعتمادش به مسیح همه آن اخلاق و رفتارها را کنار گذاشته بود. تغییر را روز به روز در همسرم می دیدم. او به آدم دیگری تبدیل شده بود. اخلاقش، رفتارش با من و دیگران، فکرش، نگرشش به زندگی، حتی جزئی ترین چیزها مثل خندیدن و راه رفتنش، اینها همه تغییر کرده بود، طوری که همه اطرافیان متعجب می شدند. زمانی که همسرم هر برنامه‌ای در خصوص مسیح نگاه می کرد، من هم با او نگاه می کردم و زمانی که کتاب مقدس می خواند، از او می خواستم با صدای بلند بخواند و من هم گوش می دادم. حس می کردم کلام به دلم می نشیند و با مذهب قبلی که از پدر و مادر به ما ارث رسیده بود کاملا تفاوت داشت. کم کم علاقه من شدم و روز به روز جواب سوالهای بیشتری را می گرفتم و بیشتر از قبل قانع می شدم و بالاخره یک شب موضوع را با همسرم در میان گذاشتم. گفتم تصمیمم را گرفتم و می خواهم به مسیح اعتماد کنم. نمی توانم توضیح بدم زمانی که همسرم برای من دعای نجات می خواند چقدر خوشحال و هیجان زده بود و من خوشحال از اینکه بالاخره تصمیمم را گرفته بودم. هر چیزی که در انجیل خوانده بودم چنان به دلم نشسته بود و به آنها باور داشتم که نمی توانم برایتان بگویم. همه ما انسان ها گناه کرده ایم. جریمه گناه ما جدایی از خداست، اما مسیح جریمه گناهان ما را پرداخت کرد. باید مسیح خداوند وارد قلب و زندگی ما بشود تا بتوانیم رابطه نزدیک با خدا داشته باشیم. باید به این که خداوند یگانه فرزند خودش را فرستاد تا به خاطر گناهان ما بر روی صلیب خون پاکش ریخته شود ایمان بیاوریم، تا بتونیم به خداوند نزدیک بشیم و رابطه شکسته ما با خداوند دوباره برقرار شود. یک شب خواب عجیبی دیدم و آنقدر همه چیز در خواب واضح بود که متوجه شدم عیسی مسیح مستقیم از من دعوت کرد که به او اعتماد کنم. بعد از ایمان به عیسی مسیح آرامش بیشتری داشتم. با اینکه شدیداً مشکلات مالی داشتیم، اما چون مسیح در زندگی ما حضور داشت هرگز مضطرب و نگران نبودیم و اگر هم نگرانی ایجاد می شد آنی و زود گذر بود. خیالمون راحت بود.
دیگران وقتی ما را می دیدند متعجب می شدند که با داشتن این همه مشکلات مالی چطور آرامش داریم و حتی خداوند به زندگی ما برکت هم می داد، حتی به کسب و کار همسرم. دیگر نگران چیزی نبودم و نگرانی هایی که قبل از ایمانم داشتم را فراموش کردم. می دانستم چشمایم وضعیت چندان خوبی ندارد، ولی مثل قبل منتظر نبودم تا اتفاق بدی پیش بیاید. به خدا اعتماد کردم و گفتم اگر قرار است روزی اتفاقی برای من بیفتد، طبق خواست و اراده خداوند باشد. خودم را تسلیم خواست و اراده خداوند کردم و سعی کردم از لحظه لحظه زندگیم لذت ببرم. با اعتماد و ایمان به عیسی مسیح روزهای سخت برایم آسان شد و زندگیم لذت بخشتر. خداوندا تو را شکر می کنم که اجازه ندادی به حال خودم رها شوم. امروز من خودم را در آغوش خداوند می بینم و ایمان دارم که او از من مراقبت می کند و دستان پرمهرش بر روی چشم‌ها و بدن من قرار دارد. و مهمتر از هر چیز برای من این است که می‌دانم در عیسی مسیح حیات جاودان خواهم داشت.